در نیمجزیره قریمی تحت نظارت روسیه در تمام مسجدها در نماز جمعه در حق قربانیان اخراج تاتارها از نیمجزیره در سال 1944 دعا کردند. روزی 18 می 70مین سالگرد دپارتاسی 200 هزار تاتار از نیمجزیره قریم است. در عهد دیکتاتوری استالین در اتحاد شوروی سابق هنگام مجبوراً به آسیا مرکزی فرستادن تاتارها هزاران نفری آنها از بیماری و گرسنگی هلاک شدند. در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه 400 زن و دختری تاتار از 20 کشور جهان جمع آمده درباره زبان مادری و مدیریت در خانواده گفتگو کردند. یکی از موضوعهای نشست آموزش زبان تاتاری به فرزندان بود که فقط والدین به آنها یاد می‌دهند. تاتارها در روسیه عمدتاً در مکتب‌ها با زبان روسی درس می‌خوانند، نه زبان مادری. در قزاقستان گروه از فعالان در شهر الماتا در نزد آژانسی کیهان شناسی کشور به نشان اعتراض از سقوط یک مشک روسی در قلمرو قزاقستان گردی همایی برگزار کردند. در کمتر از یک سال بار دوم است که مشکهای کیهانی روسیه در قزاقستان سقوط میکنند. در نتیجه صدمه اول در 10 ماه پیش قلمرو وسیع به ماده زهراگین هپتیل آلوده شد. بعد از این صدها نفر تظاهرات کرده و خواستار پرداخت جبران از روسیه شدند. بارانهای زیاد در بوسنیا و هرسگوینا سبب سیل آبخیزی و یرچ در شهر توزلا شد. در این آبخیزی ها در بوسنیا حداقل یک نفر کشته شد و در سربستان همسایه نیز 5 نفر جان دادند. با گفته متخصصان کشورهای ساحل بالکان باری اول است که در 120 سال اخیر شاهد چنین سیل آبخیزی می شوند. در شهر بانو در شمال پاکستان بر اثر ترکش بمبی که از دور اداره می شد دست کم 4 مأمور پلیس زخم برداشتند. با گفته مقامات امنیتی پاکستان بمب را در موتوسیکل جا گذاری کرده بودند و جنایتکاران هنگام نزدیک شدن کارمندان پلیس به موتوسیکل این بمب را ترکانیدند. در آستانه روزی بین المللی مادران که هر سال روزی 18 می تجلیل می شود، الماسبیک آتامبویف رئیس جمهوری قرقیزستان به زنانی سرفرزند در کشور جایزه داد. او قرار امضا کرد که بر اساس این قرار به هزاران نفر از زنان قرقیز که بیشتر از 6 فرزند دارند نشان افتخاری داده می شود.